میتونست تبدیل به گرونترین بازیکن فوتبال کشورمون بشه. مهاجم ایرانی روبین کازان پیشنهاد وسوسه‌انگیزی از لاتسیو داشت و باشگاه ایتالیایی حاضر بود 18 میلیون یورو معادل 80 میلیارد تومان برای مهاجم جوان تیم کشورمون هزینه کنه. رسانه‌های ایتالیایی مدعی بودند روبین کازان هم با پیشنهاد لاتسیو موافقت کرده. با این همه اما علاقه سردار به ماندن در فوتبال روسیه و چند موضوع دیگه باعث شد تا این انتقال منتفی بشه. تنها خوبی بحث پیشنهاد لاتسیو به سردار شاید این بود که نویسنده بخش پرونده سوژه امروزش رو پیدا کنه و به بهانه ماجرای سردار سراغ لژیونرهای گرون قیمت فوتبال کشورمون بره. به این نکته هم اشاره کنیم که قیمت گذاری این بازیکن‌ها بر اساس ارزش گذاری اونها از دید سایت معتبر ترانسفر مارکت صورت گرفته. نفر اول جواد نکونام. با توجه به منتفی شدن انتقال سردار به لاتسیو، عنوان گرانترین لژیونر فوتبال ایران در اختیار جواد نکونام هست. کاپیتان و مربی سابق تیم ملی که در دوران حضورش در امارات دو قرارداد 1 میلیون دلاری و 350,000 دلاری با باشگاه‌های الوحده و شارجه بسته بود، بعد از جام جهانی 2006 به اسپانیا رفت تا پیراهن اوساسونا رو برتن کنه. خبر آنلاین در گزارشی رقم قرارداد او با این تیم اسپانیایی را 8 میلیون یورو معادل 33 میلیارد تومان دانسته تا نکونام تبدیل به گرانترین لژیونر فوتبال کشورمون بشه. باشگاه خبرنگاران هم تیر ماه 91 در گزارشی از نکونام به عنوان گرانترین فوتبالیست ایران نام برده که رقم قراردادش با اوساسونا در حدود 6 میلیارد تومان بوده. دومین نفر علی دایی. او زمانی گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران محسوب می شد. دایی در سال 1998 با قراردادی به ارزش 2.5 میلیون پوند از آرمینیا بیلفیلد راهی بایرن مونیخ شد. پولی که بایرن در آن مقطع به دایی داد بالاترین قراردادی بود که به یک بازیکن آسیایی تعلق گرفت. البته در گزارشی که خبر آنلاین منتشر کرده، دایی با قرارداد 11 میلیارد تومانیش به عنوان 8 لژیونر گران قیمت فوتبال کشورمان معرفی شده. سومین نفر مهدی مهدوی کیا. موشک هامبورگ رو دومین بازیکن گرون قیمت تاریخ فوتبال ایران میدونن. او که روزهای بسیار خوبی رو در بندر هامبورگ سپری کرد، در دوران حضورش در این تیم ارزشی بالاتر از 2 میلیون یورو داشت و در دو مقطع در سالهای 2004 و 2006 به ارزشی بالاتر از 6.5 میلیون یورو رسید. این در حالی بود که اکتبر 2004 قیمت مهدی مهدوی کیا 7.5 میلیون یورو معادل 31 میلیارد تومان شده بود. سایت تبیان در سال 84 درباره قرارداد مهدوی کیا با هامبورگ نوشته بود: با بررسی میزان دریافت بازیکنان هامبورگ میتوان از مهدی مهدوی کیا به عنوان سومین بازیکن گران قیمت تاریخ این باشگاه یاد کرد. مهدی که با انتقال قرضی از پرسپولیس به بوخوم درخشش در لیگ آلمان را شروع کرد، در شرایطی به تیم هامبورگ پیوست که در دو مقطع درآمد کلانی را عاید باشگاه پرسپولیس کرد. او که 6 ماه پیش قرارداد 3 ساله‌ای با هامبورگ امضا کرد، سالانه 2 میلیون یورو دستمزد دریافت می‌کند. به عبارتی دیگر او برای 3 سال عضویت در این تیم 6 میلیون یورو می‌گیرد. نفر چهارم علی کریمی. در پرونده‌ای که درباره حاشیه‌های جادوگر فوتبال منتشر کردیم، دست روی این نکته گذاشتیم که کریمی در شرایطی که میتونست در باشگاه‌های بزرگ اروپایی توپ بزنه، تصمیم گرفت در همین خلیج فارس خودمون و در لیگ امارات مدافعان عربی رو سر کار بذاره. او البته بعد از مدتی از الاهلی به بایرن مونیخ رفت. روزنامه الخلیج امارات سالها قبل در مورد جزئیات قرارداد کریمی با بایرن مونیخ نوشته: قرارداد کریمی با بایرن 1 سال است که در صورت توافق طرفین 1 سال دیگر هم تمدید می شود. او برای 1 سال بازی در بایرن 1.5 میلیون یورو به اضافه ماهیانه 40,000 یورو می گیرد و طبق قرارداد باید باشگاه بایرن 1 دستگاه آپارتمان هم در اختیار او قرار دهد.
کریمی البته بعد از بازی در بوندسلیگا دوباره سراغ بازی در یک کشور عربی رفت و قطر را به عنوان مقصد فوتبالیش انتخاب کرد. بنابر اعلام ابوالفضل جلالی مدیر برنامه‌های علی کریمی، مبلغ قرارداد این بازیکن در طول 2 سال بازی در قطر 4,700,000 یورو است. 5 نفر اشکان دژاگه. بازیکن بدون تیم این روزهای کشورمان یکی از گرانترین قراردادهای بازیکنان ایرانی را به نام خودش ثبت کرد و در انتقالی عجیب از فوتبال انگلیس به قطر رفت تا پیراهن العربی را بپوشد. قطری ها حاضر شدند برای جذب این بازیکن 4,000,000 پوند به باشگاه فولهام انگلیس پرداخت کنند و این جدا از 5,000,000 پوندی است که به عنوان حقوق اشکان در نظر گرفته شده بود. سایت انتخاب در گزارشی به تاریخ 20 تیر 94 مبلغ قرارداد اشکان با العربی را 24 میلیارد و 950 میلیون تومان دانست. 6 نفر مسعود شجاعی. تیر ماه سال 87 بود که باشگاه اوساسونا خبر جذب مسعود شجاعی را رسانه‌ای کرد تا این بازیکن بعد از جواد نکونام تبدیل به دومین بازیکن ایرانی این تیم اسپانیایی شود. بر اساس گزارش سایت رسمی باشگاه اوساسونا، شجاعی یک قرارداد 3 ساله با این باشگاه به امضا رسانده که بر اساس آن 6 میلیون یورو در 18 ماه اول و 3 میلیون یورو دیگر بعد از آن دریافت می‌کند. این رقم زمانی بیشتر به چشم آمد که شجاعی به عنوان بازیکن آزاد راهی لالیگا شد و نیازی نبود که بخشی از این پول را برای رضایت‌نامه به باشگاه سابقش پرداخت کند. بخش ورزشی سایت جام جام آنلاین در آن مقطع به نکته جالبی درباره قرارداد شجاعی با اوساسونا اشاره کرد و درباره این موضوع نوشت: طبق قرارداد شجاعی بدون احتساب پاداش‌های ویژه از حقوق ثابت ماهانه بیش از 382 میلیون تومان برخوردار می‌شود که این برای دستمزد بازیکنان آسیایی در فوتبال اروپا رکورد شکنی به شمار می‌رود. نفر هفتم وحید هاشمیان. هلیکوپتر فوتبال ایران که به تازگی به عنوان مربی تیم نوجوانان هامبورگ انتخاب شده، زمانی در تیم بایرن مونیخ توپ می‌زد. او با قراردادی به ارزش 3.5 میلیون یورو راهی این تیم شد و در مقطعی که به بایرن رفت، به خاطر دریافتی سالانه 1.8 میلیون یورو، حقوقی بالاتر از سانیول، لینکه، لیزارازو، شول، زیکلر و گوررو از بایرن می‌گرفت. جالب این که او علی‌رغم قرارداد 3.5 میلیون یورویی با بایرن، 20مین مهاجم گران قیمت بوندسلیگا در آن مقطع محسوب می‌شد و روی ماکای همتیمی او به خاطر داشتن قراردادی 20 میلیون یورویی گران‌ترین مهاجم بوندسلیگا بود. نفر آخر و 8مین نفر مجتبی جباری. هافبک خلاق آبی ها بعد از سالها دوری از استقلال دوباره به ایران برگشته تا برای تیم محبوبش بازی کنه. سالها قبل و زمانی که جباری استقلال را به مقصد سپاهان ترک کرد، با این تیم اصفهانی قراردادی به ارزش 1.1 میلیارد تومان امضا کرد، اما زیاد در اصفهان نماند تا به الاهلی قطر بره. رقم قرارداد او با الاهلی 3.5 میلیون یورو برای 2 سال بود که در سال 93 این رقم نزدیک به 11 میلیارد تومان به حساب جباری اضافه می کرد. قطعاً برای خیلی از مردم پولی که فوتبالیست ها می گیرن رقم قابل قبولی نیست و اونها عقیده دارند فوتبالیست ها خیلی بیشتر از حقشون دریافتی دارن. اما در برابر این عقیده افرادی هم هستند که با دفاع از فوتبالیست ها می گن شغل اونها هم سختی خاص خودش رو داره و عرقی که اونها تو زمین تمرین و مسابقه می ریزن باید با پول خوبی پاسخ داده بشه.